99 ممیز 9 دهم افرادی که سازنی میخوان شروع کنن یا یه مدت دارن ساز میزنن نمیتونن سوراخ 1 2 3 رو صداش رو به خوبی بگیرن. سه تا راهکار بهت میگم، بینش هم نکات خیلی خفنی میگم. بریم بلبلی ساز بزنیم. نکته 1، فکت رو به سمت پایین بکش. دقیقا همین حالت. طول تیغای سازدهنی از سنگین به سبک میره که طولشون بزرگه به کوچیک میرسه. تیغای شماره 1، 2 و 3 طول بیشتر و وزن سنگین تری داره، احتیاج داره که هوای مورد نظر یا بیشتری رو بهشون برسونیم تا به خوبی ارتعاش کنه. همونطوری که میدونید تیغای سازدهنی از یک طرف پین یا پرت شده یا جوش شده که با فوت یا مکش سر دیگه ای که آزاده به ارتعاش در میاد و اون صدا رو تولید میکنه. اگه هوای لازم به اون تیغه سنگین نرسه یا از بغل بلند میشه یه صدای بدی میده یا کلن قفل میکنه و هیچ ارتعاشی نمیده. برای اینکه بتونیم هوای لازم رو به این تیغه برسونیم، یکی از راهکاراش اینه که فک رو بیاریم به سمت پایین، فضای هوایی بیشتر رو توی دهنمون ایجاد بکنیم تا بتونیم اون تیغه رو به خوبی به ارتعاش در بیاریم. معمولا برای همین آموزش ساز دهنی بین سوراخ 4 تا 8 یا همون اکتاب دوم شروع میشه که راحت تر اکثر آدمایی که میخوان میتونن به راحتی با اون ساز بزنن، ولی اکتاب اول به دلیل این سنگین بودن تیغه ها یه مقدار تکنیک و مهارت میخواد که اولیش اینه که فک رو بیاریم به سمت پایین. این فک به صورت عادی این صدایی که میشنویم فک رو میارم پایین. فک عادی با هوای خیلی معمولی تکنیک شماره 2، گلوت رو باز کن. دقیقاً باید اینجوری ساز نفس بکشی. نمیگم فوتو مکش رو اسپری نمی کنم، نمیگم که تیغه قفل کنم. یه نکته این هم این به این بگم، هر نفسی که میدین همونو پس بگیرین، فوت نکنیم بعد قطعش کنیم مکشو بکشین، همونو که میدی پس بگیر تا پیوسته تر یا لگاتو تر ساز بزن. دقیقا همین. بریم. پس به هیچ عنوان گلو بسته نباشه، دقیقا همون چیزی که توی تکنیک اول گفتم، اگه به صورت اسپری باشه حجم دهان کم میشه، گلو یا نای کوچیک میشه و نمیذاره اون هوای لازم به تیغه یه که وزن مورد نظرش رو بخواد ارتعاش بده نمیرسه. پس میایین چیکار میکنین؟ فک رو میدین سمت پایین، گلو رو باز میکنین، دوتا تکنیک رو با هم قاطی میکنین. تکنیک شماره 3، تنفس دیافراگمی. اصلا اینا به ترتیب هر چیز گفتم برای این بود که بس بشیم به تنفس دیافراگمی. شما اگه فک مناسب باز باشه، گلو باز باشه، هیچ تنس یا همون گرفتگی توی لب، نای، ریه نباشه، بس میشه نفستون به دیافراگم. تنفس دیافراگمی چیه؟ این نای بس میشه به لب چپ و راست ریه و کپسولای هوا داره این ریه، از بالا پر میشه تا پایین. میتونیم این قسمت‌های بالایی که بهش میگیم تنفس سینه رو باد نکنیم، بذاریم بره انتهای سینه باد بشه. الان تنفس از سینه میگیرم، یعنی شونه‌ها به سمت بالا میره، ولی اگه نذاریم این کپسولا باد بشه و بره کپسولای انتهایی ریه باد بشه،
یه عضله چسبیده به زیر ریه بهش میگیم دیافراگم، که اجازه میده ریه کش بیاد با تیه روده و معده و این چیزا نشه، از توی شکم بیاد بیرون و فضای ریه رو افزایش بده. برای همین حجم زیادی هوا میتونیم به تیغ برسونیم، بگیریم، نفس کم نیاریم، بتونیم نفس از دماغ بکشیم یا نکشیم. پس تنفس دیافراگمی یک، دهن اندازه مورد نظر باز بشه، وقتی بیاد به سمت پایین گلو باز بشه، وقتی گلو باز بشه تنفس مستقیم میره تو کپسولای آخر و انتهایی ریه باد میشه و اصطلاحش میگیم تنفس شکمی یا دیافراگمی انجام میشه. ببینید پس به ترتیب فک به سمت پایین، گلو باز و هوایی که میکشیم میره داخل انتهای ریه یا همون شکم که باد میشه. پس به شما از سینه نفس نکشین برای اکتاب اول دوم سوم کلن هیچ وقت، ولی اکتاب اول اگه سینه نفس بکشین به هیچ شما این دیگاه برداشت در نمیدین، این شونه هم میره آلود میریم توی ریه، نفس هم کم میاد میریم توی ریه. اگه این سه تا نکته رو رعایت بکنین به هیچ عنوان دیگه نمیتونین اصلا این مشکل رو برطرف نکنین. یه نکته یادآوری کنم، گفتم به هیچ عنوان انقباضی نداشته باشین توی لب، یعنی لب به ساز فشار نمیاره. هم سازو خراب میکنیم، هم خودتون خسته میشین، هم گرفتگی عضلات پیدا میکنیم، پس لب فشار نمیاره. همینجور به صورت واشر میاد میفته روی لبی که نشتی هوا نده. خیلی نه. اگه خیلی هم صفر بگیرین خوش میشه لبتون و تکون نمیخواسته. نه. هیچ انقباض یا فشاری ما نداریم. دوباره توی دهان انقباض نداریم. گلو نداریم. سینه نداریم. ریه دیافراگم. به هیچ شما انقباض نداریم تا بتونیم بهترین صدا رو بگیریم. اگه این سه تا تکنیک رو انجام دادی درست فکر شده بهش عمل کردی نتیجه نداد، یه مقدار باید به خود زمان بدی. یه کار دیگه ای هم میتونی بکنی برای اینکه تستش کنی، میتونی دماغتو بگیری جوری اونی صدای ساز در میاد بعد دماغ برمیداری میزنی میشه نمیشه، دوره میگیری برمیداری پیش خودت فکر میکنی چه کاری داری انجام میدی که این صدا در نمیاد، و وقتی در ماه میگیرم این صدا در میاد. یا با خودت فکر کن ببین زبونه تو جمع میکنی، دهن تو باز میکنی، جمع میکنی، چیکار میکنی، اون کار دیگه نکن بتونی ساز بزنی. امیدوارم که این مطلب برات مفید بوده باشه و تونسته باشی سوره های 1، 2 و 3 رو به خوبی صداشون رو بگیر. هر سوالی داری برام کامنت کن، اگه خوشت اومد از این ویدیو لایکش کن، شیر کن برای دوستات و چنل رو سابسکرایب کن حتما. ممنونم. به پایان آمدین دفتر حکایت همچنان باقی.